بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و جهان آفرین و درود و سلام بر پیامبر قلب ها محبوب همه انسان ها حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و سلام و وقت بخیری خدمت همه شما بینندگان عزیز تلویزیون اسلام. خوشحال هستم که بار دیگر از طریق تلویزیون اسلام مهمان خانه شما عزیزان قرار گرفتم. انشاءالله که بتانم تا آخر برنامه با شما عزیزان یک موضوع خوب ارائه کنیم و انشاءالله نفع برسانیم برای همه عزیزانی که همکنون بینندگی برنامه اصلاح هستند. دوستان عزیزان، بعد از مدت آمدیم و خدمت شما عزیزان قرار گرفتیم از طریق برنامه آین زندگی. انشاءالله که فراموش نکرده باشیم برنامه آین زندگی و به یادتان بوده باشه. در این برنامه هم میپردازیم روی یکی از موضوعات خیلی مهمی که نسبت به دین و نسبت به جامعه انسانی مهم هسته و باید که به آن پرداخته میشد و از این به بعد هم باید پرداخته شود. موضوع جایگاه علما در جامعه انسانی هست و جناب استاد را با خود داریم، جناب استاد محمد ابراهیم یوسفی در آغاز برنامه قرار داریم و استاد را خوش آمدید میگم در برنامه امروزمان و بعد با شما میریم بعد از خوش آمدید استاد سراغ موضوع بحث ما. جناب استاد سلام بر شما، خیلی خوش آمدید. تشکر. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت بینندگان عزیز و محترم تلویزیون اسلام و خصوصا بینندگان ویژه برنامه آیین زندگی. جا دارد که روز بخیری بگم، روز مبارک جمعه خدمت همه عزیزان و امیدوارم که آخر جمعه انشاءالله با طاعت و عبادت پروردگار سفری بنمایم انشاءالله. تشکر جناب استاد، ممنون از شما و ممنون از اینکه تشریف آوردین در برنامه امروز ما. بله عزیزان، جایگاه علما موضوع برنامه امروز ما هست و موضوعی است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نسبت به علم و علما توجه خاصی داشتند. اصحاب گرامی از خلفای راشدین تا ائمه بعد از ایشان نیز توجه به علما و توجه به خود علم و معرفت در بین جامعه داشتند و در سیره پیامبر اکرم و در سیره اصحاب میبینیم که خدمتی که برای علما میشده در آغاز اسلام خیلی بیشتر از حال و بیشتر از زمان جاری ما میباشد. همچنان علما ستون معرفت جامعه هستند و باید که قدر زحمات علما را همگی ما بدانیم و جای دارد که در همین برنامه خدمت تمامی ملت مسلمان افغانستان شهادت دکتر ایاز نیازی که یکی از علمای بزرگ افغانستان بود خدمت همگی مبارک باد بگیم و انشاءالله که شهادتشان قبول است و جنات فردوس هم جایگاهشان خواهد بود، بر حسب معرفتمان شهادت میدهیم. عزیزان، در این برنامه انشاءالله مقدمه راجع به علما داریم و همچنان اینکه جایگاه علما در کجاست و در کجای دین قرار داره، مسئولیت یک عالم چیست و مسئولیت مردم و رعیت و دولت در قبال علم و علما چی می باشه. با ما همراه باشیم و از یاد نبریم که شماره تماس برنامه هم فعال است و شما از یاد میتونیم تماس بگیریم سوالات شرعی که راجع به موضوع علم و علما و یا هم خارج از این موضوع داریم با ما در میان بگذاریم. جناب استاد در خدمت هستن، پاسخ خواهند داد. تماس های وصل میشه عزیزان، لطف کنم بعد از دقایق بعد تماس بگیرن. انشاءالله ما هم کوشش میکنیم که جواب به سوالات شما عزیزان داشته باشیم. با شما میریم سراغ بحثمان و بعد سوالات شما عزیزان هم پاسخ خواهیم داد. جناب استاد، در آغاز برنامه از شما میشنویم که علم و علما کجا هستند و چی جایگاه و در کل یک مقدمه در قسمت علما از شما داریم. تشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اقرا اسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق. وايضا قال الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم. جدارك با اتحاف درود و دعا به روح همه شهدا و به خصوص شهید بزرگ اسلام که در حقیقت میتونیم بگیم سرمایه کشور و جهان اسلام بود، جناب دکتر محمد ایاز نیازی، از خداوند متعال برای همه شهدای راه آزادی و عدالت، برای شهدای راه اسلام و به خصوص جناب دکتر صاحب بهشت فردوس را میخواهم. اگر در رابطه به مقام علم و علما خواسته باشیم بگیم، خب میتونیم بگیم ما در این رابطه زیاد گپ برای گفتن داریم و مسائل بسیار زیادی، آیات فراوان و نصوص
تأثیری ما در رابطه به مقام، جایگاه و مسئولیت علما داریم. مقام علما برمیگرده به علم و دین مبین اسلام دین علم و دین دانشه، دینیه که میتونیم بگیم اولین پیامی که خداوند متعال بر پیامبر بزرگوار خودش میده با علم و دانش میباشه، یعنی پیام علم و دانش خدای تبارک و تعالی به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میده: اقرا بسم ربک الذی خلق. و به این ترتیب میبینیم که خدای تبارک و تعالی به ماده و یا ابزار علم و دانش قسم میخوره: نون و القلم و ما یسطرون. بنابراین وقتی خود علم و دانش اقدر در نزد خداوند متعال جایگاه داره، قدر داره و ستوده شده و همو ابزار علم و دانش در نزد خداوند متعال میبینیم که مورد توصیف و تمجید قرار گرفته، بنابراین وقتی انسان آراسته میشه به علم و دانش و این خلعت رو بر تن میکنه، بنابراین واضحه که قدر پیدا میکنه، جایگاه پیدا میکنه و ارزش پیدا میکنه. منتها باز زمان قدر علم، قدر علما و قدر دانشمندا بالا میره که اونها پایبند به انمو داشته ها و معلومات خود باشن، چون علم زمان ارزش داره و عالم زمان قدر پیدا میکنه و ارزش پیدا میکنه که عمل بکنه با آنچه که میدانه، با آنچه که آموخته. پس بنابراین میتونیم بگیم که علم و علما از دیدگاه اسلام قدر بسیار بسیار بالایی دارن. حتی پیامبر بزرگوار اسلام صلوات الله و سلام هو علیه وقتی خود را معرفی میکنه به عنوان معلم و به عنوان عالم معرفی میکنه: انما بعثت معلما، همانا من از جانب خدای تبارک و تعالی به عنوان معلم مبعوث شدم. و در مجموع انبیاء علیهم الصلاه و السلام معلمینی هستند که از جانب خدای تبارک و تعالی در این صنف دنیا آمدند و ما انسان ها در حقیقت شاگرد این صنف دنیا می باشیم و معلمین ما انبیاء علیهم الصلاه و السلام هستند. یعنی معلمین درس معرفت، درس عزت، درس انسانیت و درس خداشناسی برای ما میدن. و در جای دیگه پیامبر علیه الصلاه و السلام میبینیم که قدر علم و علما رو به گونه‌ای بالا میبرن که العلماء ورثه الانبیاء، علما وارث انبیاء میباشن. و به ادامه همین حدیث آمده که محبوب قلب ها توضیح میدن همانا از انبیا مال و درهم به میراث نمیمونه، بلکه علم و دانش، عزت و خدمت شما به عرض برسانم، ارزش های معنوی و انسانی و تعالیم الهی بر جای میمونه. و در حقیقت میتونیم بگیم انبیا، علما وارث جایگاه انبیا علیهم السلام میباشن. حالا این زمانی گفتم که ارزش پیدا میکنه که خود علما همین قدر خود و همین جایگاهی که خداوند متعال برشان داده بدانند، و الا اگر انسان باز قدر خود را ندانست، واضحه که و یا در حقیقت میتونیم بگم اگر انسان یا عالمی که به علم خود عمل نکنه، پس معلومه که این جایگاه و این مقام را داشته نمیتونه. چنانچه ما در قرآن کریم هم نمونه های از علمایی که به علم خود عمل کردن داریم و هم از علمایی که متاسفانه سوء بودن و متاسفانه عمل نکردن، اون نمونه را هم خداوند متعال برای ما و شما بیان کرده. تشکر جناب استاد. قبل از اینکه بیایم در قسمت جایگاه علما صحبت بکنیم، خوب است که مسئولیت یک عالم رو ما بدانیم. قبل از این موضوع مسئولیت یک عالم چیست و شخصی که آمده جایگاه پیامبران در حقیقت وراثت میکنه و یا هم جانشین پیامبران هسته، چی مسئولیت میتونه داشته باشه در جامعه و در زندگی که قرار داریم؟ تشکر. قبل از اینکه اگر ما بیایم به مسئولیت علما اشاره داشته باشیم و بیان بکنیم، خوبه که بریم ببینیم مسئولیت پیامبر چی بوده، وظیفه پیامبر چی بوده، به هدف از بعثت پیامبر علیه الصلاه و السلام چی بوده، پیامبر علیه الصلاه و السلام چی کارهایی در لیست برنامه های دعوی خود داشتن. بنابراین وقتی ما بیاییم پیامبر علیه الصلاه و السلام از این منظر ببینیم، در حقیقت انمو وظائف و همون مسئولیت هایی که متوجه پیامبر علیه الصلاه و السلام بوده و پیامبر علیه الصلاه و السلام اونها رو انجام داده، دقیقاً انمو وظائف و همون مسئولیت ها برمیگرده به عالم، برمیگرده به دانشمند، برمیگرده به او کسی که چیزی از دین و یا از مسائل دنیا میفهمه. بنابراین اگر به طور خلاصه و فشرده بگیم، وظیفه انبیا علیهم السلام نجات بشریت بوده، وظیفه انبیا توجیه بشریت بوده، وظیفه انبیا راهنمایی بشریت بوده. تشکر جناب استاد. پاسخ یک سوال میگیریم.
سلام بر شما بیننده گرامی، خیلی خوش آمدیم به برنامه. بفرمایید معرفی داشته باشیم و سوال شما چیست؟ بله، سلام علیکم بیننده گرامی. اخیر شماره شما 51 هسته، تماس شما وصل شد، میتونیم که صحبت کنیم و سوال خود مطرح کنیم. بله، متاسفانه که تماس عزیز ما قطع شد. عزیزان گرامی، شماره تماس برنامه فعال است، 0725-1968 زیر نویس تلویزیون شما از اون قرار گرفت و میتونید که تماس بگیرید، سوالات شرعی که داریم با ما در میان بگذاریم و پاسخش دریافت نماییم و کوشش کنیم وقت تماس میگیریم موقعیت بهتر انتخاب کنیم و وقت تماس شما وصل میشه شروع به صحبت کنیم تا وقت عزیزان گرفته نشه. تشکر از شما جناب استاد، باز هم تماسی داریم. سلام بر شما. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. خواهر گرامی، خوش آمدیم، بفرمایید سوال شما چیست؟ زنده باشین. شما خودم سوال کنم در خدمت جناب استاد، عزت سیر در خدمت شما، شهادت دفتر شهر ایخ میرزی. ممنون از شما. از شما میخواهیم که دعا کنیم، همه مسلمین که خاطر این چیزین دعا کنم که آمیلین از این جنایت بزرگه در بدترین چیز خرامان خودی مجازات کنه، یعنی واقعا قلب کلان دوستاران علما زیادی فدا کردن. درست. اینو بحثی صفت نمیتونه بگیم، حتی بحثی هم کم در آه ایرینا رحمیه، اینا از بحثی هم اصابت کردن. تشکر از شما. هر کنه دوستان، فقط همین مفاسم تصویر بگم به کمی علما ایراد و کل مسلمین که علما دوست دارن و در اسنا مرزت قیلن. تشکر از شما. ممنون از شما، روز شما خوش، الله نگهدارتون. انشاءالله که دار همگی از زیاد نبریم در حق جناب استاد بزرگوار و خداوند مغفرت کنه ایشان را و همچنان انتقام ایشان از او کسانی که قلب سنگین داشتن و قلب بسیار سخت داشتن، انشاءالله که سخت بگیر از ایشان. جناب استاد، ادامه صحبت ها رو شما در قسمت مسئولیت علما میشنید. شکر. بله، گفتم که وظیفه اصلی انبیاء علیهم السلام اصلاح جامعه بوده و توجیه انسانها به طرف خداوند متعال و به طرف یک زندگی سالم، یک زندگی درست انسانی بوده. پس بنابر این وظیفه علما هم در حقیقت انمی چیز می باشه. وظیفه علما اصلاحگری است، وظیفه علما توجیهگری است، وظیفه علما بیان حقایق و بیان واقعیت های، یعنی ما اگر ببینیم در نظر بگیریم، ما دو تا میتونیم طبیب داشته باشیم، یک طبیب جسم که اطب جامعه اطباء ما هستن و میبینیم که بالاخره شب و روز تلاش میکنن و در راستای انمو علم و دانش و اندوخته های خود زحمت میکشن و امو خدماتی که بالاخره در توانشان هسته به جامعه انسانی عرضه میکنن. بنابراین و این میتونیم بگیم انسان یک موجود دو بعدیه، هم بعد بالاخره مادی هم بعد معنوی داره. بعد مادی جسم انسان ها مربوط میشه به جامعه اطباء و بعد معنوی در حقیقت انسان ها باز مربوط میشه به علما، گرچه در قضای جناب استاد نیاز به تداوی داره. دقیقاً نیاز به تداوی داره، نیاز به توجیه داره، نیاز به این داره که کسانی او راهنمایی بکنن تا ای که نه به بعد جسمی انسان ضرر برسه و نه به بعد معنوی انسان. پس بنابر این میتونیم بگیم که وظیفه علما و مسئولیت علما بسیار خطیر می باشه و به همین خاطر که پیامبر علیه الصلاه و السلام سخت هشدار دادن به او دسته از افرادی که عالم نیان خودر به عالم بودن میزنن، عالم نیان ادای علما رو در میارن، عالم نیان در صف علما خودر قرار میدن، میان خدمت شما عرض برسانم مطالب و مسائل رو برای مردم میگن و فتواهای برای مردم میدن که هم دین مردم رو به خطر میاندازن، عقیده و باورهای مردم رو متزلزل میسازن، جهت زندگی مردم رو تغییر میدن و متاسفانه میبینیم که نهایتا یا در نتیجه انسان رو بدبخت دنیا و آخرت میکنن. اینا رو پیامبر علیه السلام بهترین انسان ها معرفی کرد، یعنی کسانی که هم دیگران به گمراهی میکشونن و هم خودشان به طرف گمراهی متاسفانه در حقیقت جنوب مثلا اینا اشخاص روانند. هستن که چیزی از سبابت نمیدانن. بله. و میان تجویز دوا میکنن، تجویز دوا. بله. بدون علم تجویز دوا بشه در حقیقت نفع که به جسم انسان نمیرسونه بلکه بسیار ضرر از او بالاتر هست و بیشتر میتونه که انسان مریض بکنه. در قسمت روح هم فکر میکنم همین تیک موضوعی
دقیقاً می باشن. اگر ما در رابطه خواسته باشیم نقش علما را برجسته بسازیم، که همونطوری که وظیفه و جایگاه علما بسیار خطیر است و بسیار سنگین است در جامعه انسانی اسلامی، بنابراین نقش علما هم میتونیم بگیم که یک نقش بسیار مؤثر در جامعه انسانی و اسلامی بود. وقتی ما و شما تاریخ اسلام رو مورد مطالعه قرار میدیم، پیامبر علیه السلام که از دنیا میرن و پیامبر علیه السلام آخرین پیامبر خدا بودن، به نص سری قرآن کریم الله متعال پیامبر رو به عنوان خاتم الرسل معرفی کرده. بنابراین اگر تا به امروز ما دین رو داریم الحمدلله، بعد از 1400 سال تعالیم اسلام رو در بین خود خود داریم، قرآن کریم رو الحمدلله داریم، سنت نبوی صلی الله علیه و سلم داریم و تعالیم پیامبر رو داریم، همه اینها برمیگرده به انمو ایثارگری، جانفشانی و ادای مسئولیت علما بودن که ما داریم در تاریخ اسلامی علمای متعدد، علمای زیادی که هر کدام آمدن به نوبه خود تلاش‌های خود را کردن، زحمات خود را کشیدن و در راستای پخش و نشر اندیشه‌ها و افکار اسلامی، عقاید و باورهای اسلامی زحمات کشیدن و در راه اسلام خدمت شما به عرض برسانم که مایه گذاشتن، گاهی از جان خود خو، گاهی از آبروی خود خو، گاهی از مال خود خو، و نهایتاً می‌بینیم که سر گذاشتند اما حاضر نشدند که در راستای قضایای دین و قضایای بالاخره ارزش‌های اسلامی معامله بکنند. پس بنابراین میتونم بگیم که علما نقش بسیار سازنده و مؤثر در جامعه انسانی و اسلامی داشتند و امروزه هم دارن و نسل آینده ما هم در حقیقت به مسئولیت‌های علمای امروزی نگاه میکنه. یعنی اگر عالم امروزی ما مسئولیت خود در قبال دین خدا، در قبال جامعه انسانی و اسلامی ادا نکنه، این یقین داشته باشیم که آیندگان ما بتونه بر روی آیندگان ما تأثیر بسیار بد و تأثیر بسیار منفی بگذاره. بنابراین بر اندازه که علمای ما انشاءالله در راستای انمون مسئولیت‌های دینی، ایمانی و اسلامی خود تلاش بکنن، کوشش بکنن، از خود گذری بکنن، مایه بگذارن، خدمت شما برد برسانم، او زمانه که ما میتونیم جامعه سالمتر، جامعه باشکوهتر و شکوفاتر داشته باشیم و میتونیم بگیم که آینده جامعه بشری ما هم میتونه تضمین باشه. چریم شما در نظر بگیریم یکی خود مسئله امر و معروف و نهی از منکر. مسئله امر و معروف و نهی از منکر یکی از مسائل بنیادی و اساسی در دین مبین اسلامه و این کار کیه؟ کار علمایه، کار متخصصینه، کار کسانی که از دین چیزی میفهمن. بنابراین امنیت ملی جامعه ما گره خورده به مسئله امر و معروف و نهی از منکر. یعنی اگر امر و معروف و نهی از منکر که در حقیقت میتونیم بگیم کسانی میتونه ایر ترویج بده، کسانی میتونه ایر پخش و نشر بکنه، کسانی میتونه در انجام امر و معروف و نهی از منکر اقدام بکنه، علمایه. بنابراین اگر امروز علما ما نقش خود در این رابطه ادا بکنن، ما میتونیم بگیم امنیت بهتری میتونیم انشالله داشته باشیم. پس بنابراین نقش علما هم بسیار یک نقش خطیریه و نقش بسیار میتونه مؤثر باشه، همونطوری که در تاریخ مؤثر بوده، و مسئولیت علما هم بنابراین بنابر آنچه گفته شد بسیار سنگین و اساسی میباشه. موضوع دیگری که برمیگرده جناب استاد، خود جایگاه علما در دو قسمت میباشه. یکی در دین هست که دین چقدر آمده و برجسته کرده جایگاه علما، و یکی مسئله در جامعه هسته. از یاد نبریم که موضوع علما وقتی گفته میشه همگی در قسمت علوم دینی فکرشان میره و ذهنشان طرف علمایی که در قسمت عقاید اسلامی، در قسمت موضوعات اسلامی دارن کار میکنن و تخصص میگیرن در این قسمت هسته. نظر شما نسبت به علما چیست؟ آیا تنها علما اینها هستن یا خیر علمایی که در قسمت طب ابدان، در قسمت ساخت و ساز و اعمار جهان و علمایی که در قسمت اقتصاد اسلامی دارن کار میکنن، اینها هم عالم هستن و باید که اینها هم قدرشان و جایگاه بر از اینها داده شد؟ اگر در رابطه تعریف علم خواسته باشیم ما صحبت بکنیم، میتونیم علم رو دو بخش تقسیم بکنیم. یک علم معنوی یا علم بالاخره اخروی هست و علم دینی هست، و یکی دیگه علم مادی هست که هر دوی از اینها یکی ملزم است، یعنی یکی میتونیم بگیم که به یکی دیگه وابسته. درست شد؟ این اگر ما تنها بیاییم ایر به عنوان معیار قرار بدیم که فقط علم دینی هست، درست شد؟ همین تعریف هایی که ما داریم، آنچه که پیش ما امروز شناخته شده، تفسیر و خدمت شما برد برسانم، عقاید و حدیث و اینا، خب بعد او جنبه دیگه یا او طرف دیگر از نظر بیاندازیم و به اونها توجه نکنیم و به اونها رو به عنوان علم نشماریم، بنابراین ما میتونیم بگیم که یک تعریف ناقص از علم ارائه کردیم.
تعریف کامل از علم امینه که هم علوم مادی و هم علوم معنوی هر دور در بر میگیره. یعنی به معنی که یکی در حقیقت میتونه بگیم باید در خدمت یکی دیگه باشه. اگر ما علوم مادی منها بکنیم و منفی بکنیم و دور نگه بداریم از علوم معنوی و علوم اخروی و علومی که در حقیقت ما به نام دین تعریف کنیم، این جیه که میتونیم بگیم این علم خشک میشه. یک علمی که در از او اخلاق نیست، یک علمی که در از او معنویت نیست، یک علمی که در از او خدمت شما برد برسونم مسائل انسانی مد نظر گرفته نمیشه. و ما با شما نمونی را میبینیم امروز اروپایی که امروز تهی از علم معنوی، تهی از علم اخلاق، تهی خدمت شما برد برسونم از علوم اخروی، میبینیم که امروز جهان را برای بشر تبدیل به جهنم کرده. درست شد؟ یا اگر از این طرف به عنوان مثال ما فقط بگیم که تنها علم انمیست و ما باید تنها و تنها به تفسیر و به حدیث و به عقاید و به مسائل علم کلام و عقیده و اینا رو پردازیم، دگه علم از نظر بیاندازیم، باز نتیجه از او انمی عقیمانیه، نتیجه از او انمی زلت، نتیجه از او میبینیم که انمی بالاخره دست تکدی و گدایی دراز کردن به پیش از او عظیمی باشه. اگر ما دقیقاً از انمود مسئولیتی که خداوند بر ما کرد امان و اعمار زمین هستن و بگم که از او میمانیم بست امارکم فیها الله متعال فرمه به و از این موضوع وقت ما توجه تنها و در قسمت معنویات باشیم، از اعمار، از اقتصاد قوی و یا هم از ساخت و ساز قوی در جامعه ما فکر میکنم باز میمانیم و یک مشکل بزرگتر میباشه. طبعا آنچه که امروز ما شاهد از او هستیم در حقیقت همین نتیجه همین عقب مانی جهان اسلام که ما فعلا با او روبرو هستیم و جهان اسلام رو به عنوان جهان سوم امرو تعریف میکنن و میبینیم که ریزه ها را سفره دیگر را هسته و علتش همین بوده که ما آمدیم فرق بین این دو علم گذاشتیم و متاسفانه بی‌توجهی صورت گرفته. اگر ما بیاییم تمدن یک نظر به تمدن اسلامی بیاندازیم که الحمدلله درست امروز اگر تمدن اسلامی نیست ولی آثار تمدن اسلامی ما در بسا از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی ما میبینیم و این نتیجه چی بوده؟ نتیجه می بوده که مسلمان ها نه تنها بگیم به یک بود به حساب توجه میکردن بلکه همه ابعاد در نظر میگرفتن، هم به علوم هندسی توجه میکردن، هم به علوم ستاره شناسی توجه میکردن، هم به علوم طب توجه میکردن، هم به علوم ریاضی توجه میکردن و نهایتا همین توجه از اونها بوده که توانستن یک تمدن پربار رو بسازن، یک تمدن درخشان رو بسازن که چشم بشر در همون دوره خود خیره کرده بود بر خود. و بعد از اینکه متاسفانه مسلمان ها بی‌توجهی کردن، قفلت کردن، اهمال کردن، ما و شما هم نتیجه از او دیدیم. اما در رابطه به فضائل علما از دیدگاه دین مبین اسلام، یعنی وقتی ما علما میگیم انمو عالمی که به علم خود عمل بکنه، او عالمی که در کنار علم تعهد بالاخره برای انجام خواسته های علم خود داشته باشه. درست شد؟ یک دکتر درسته که مثلا در طی 17 18 سال یا 20 سال درس طب و درس دکتری خونده و کمتر به مسائل علم علوم دینی پرداخته، ولی همین خودش به عنوان یک دانشمند و به عنوان یک عالم میتونه قطع علم بکنه. مگر غیر از این است که روزی که دکتر مفارق میشه میره تعهد میکنه، تعهد میکنه که باید برای مخلوق و خدای تبارک و تعالی خدمت بکنه. اگر همین دکتر ما صادقانه خدمت بکنه، صادقانه خدمات رسانی بکنه به جامعه انسانی، ایران میتونیم در ردیف علما ما قرار بدیم. درست شد نه؟ و اگر باز یک عالم ما هم 16 سال یا 17 سال یا 18 سال بیاد درس بخونه و در اخیر دستاربندی بشه و سند خود رو بگیره و باز مسئولیت خود رو ادا نکنه، تنها عمو ابا و قبا نمیتونه او از نزد خدای تبارک و تعالی براهانه از مهمو خدمت شما برسانم که از عدم مؤاخذه، یعنی مورد مؤاخذه خدای تبارک و تعالی مورد حساب قرار میگیره. طبعا طبعا، یعنی تنها انسان با عبا و قبا نمیتونه مسئولیت خود را ادا بکنه، بلکه مسئولیت های سنگینی علم و دانش بر روی شانه های انسان میگذاره که باید اونها را ادا بکنه و زمانی که اونها را ادا کرد میتونیم بگیم که امو لقب عالم و دانشمند رو ما بر روی از او بگذاریم و میتونیم بگیم که این مصداق ای آیه قرآن کریم قرار میگیره. قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. الله متعال خیلی یک مثال ساده و زیبایی میزنه، بگو که آیا برابرن اونهایی که میدانن و اونهایی که نمیدانن؟ و در جای دیگه الله متعال میفرمان یرفع الله الذین آمنوا منکم. خداوند متعال مقام مؤمنان رو بالا میبره. مؤمن اصلا در نزد خدا مقام داره، در نزد خدا جایگاه داره، در نزد خدا ارزش داره. اما از میان مؤمنا باز علما یک جایگاه خاص‌تر دارن و الله میفرمایه والذین اوتوا العلم درجات. اما اونهایی که برشان خداوند علم داده و او علم به مقتضیات علم خود عمل میکنن، مسئولیت خود رو میشناسن. درست شد؟ و در راستای مسئولیت خود قدم برمیدارن، خدای تبارک و تعالی باز بر از اینا اجر و مزد و پاداش. تشکر جناب استاد، ممنون از شما و تشکر از شما عزیزان که تا همکنون بینده برنامه خود هستیم. یک وقفه کوتاه میگیریم و بعد از وقفه باز برخواهیم گشت.
با سلام مجدد خدمت تمامی شما بینندگان عزیز تلویزیون اسلام، خوش آمدید به ادامه برنامه آین زندگی. بنده معروف مبتهل هستم، خدمت شما عزیزان قرار گرفتم در قسمت موضوع جایگاه علما در جامعه، و جناب استاد محمد ابراهیم یوسفی مهمان برنامه ما هستند. موضوعات در قسمت علما، جایگاهشان در دین و مسئولیتشان از نگاه دینی صحبت کردیم، و در ادامه میخواییم که موضوعات دیگر همچون مسئولیت دولت و جامعه در قبال علما و بود و نبود علما در جامعه و تأثیرات آن انشاءالله که صحبت کنیم، با ما همراه باشیم. و شماره تماس برنامه هم در خدمت شما عزیزان قرار داره، 0-29-15-1968، و شما عزیزان میتونید که تماس بگیرید، سوالات خود با ما در میان بگذارید. با شما بریم سراغ بحثمان و تا آخر برنامه ما را همراه باشیم. جناب استاد، گفتنی‌های در قسمت مسئولیت و همچنان جایگاه دینی علما صحبت کردیم. حالا در قسمت جایگاه علما در جامعه چی جای دارند، و در حقیقت پله که برای علما داده چقدر میتونه داده شده، چقدر میتونه مؤثر باشه در قسمت نگه داشتن جامعه در سلامتی و در عزت و در حقیقت سیادت جهان هستیم. تشکر. علما یعنی میتونیم بگیم که مانند چشم و گوش انسان میباشن، یعنی مطوری که انسان بدون چشم و گوش نمیتونه زندگی بکنه، نمیتونه بشنوه، نمیتونه خدمت شما برد برسانم خوب بین خوب و بد تشخیص بده، و اگر چشم نداشته باشه بینایی خود را دست بده، واضحه که با مشکلات زندگی میکنه. بنابراین علما در جامعه همین رقمن. یا میتونیم بگیم یک تشبیه دیگری که در رابطه با علما شده، علما همو نمک غذا میباشن. یعنی اگر در یک غذا هر چقدر غذا ما بالاخره از بهترین مکملات تهیه بکنیم و او را پخته بکنیم، باز اگر نمک ندیش واضحه که او دیگه هیچ لذت نداره. بنابراین علما همینطور یک جایگاه بسیار میتونیم بگیم شامخی در بین جامعه انسانی دارن، و گفتم که سلامت یک جامعه برمیگرده به وجود و سلامت علما، و بودن یک جامعه، هویت یک جامعه و تعریفی که میتونیم از باور و عقیده یک جامعه داشته باشیم، میتونیم این تعریف ما از علمای همو جامعه بگیریم. پس بنابراین بودن جامعه سبب سلامت جامعه، بودن علما سبب سلامت جامعه میباشه، و در حقیقت نبود علما و حذف علما و دور کردن علما از جامعه، میتونیم بگیم او جامعه رو با بدبختی و با هلاکت روبرو میکنه. شما در نظر بگیریم وقت تاریخ بشری خداوند متعال در قرآن کریم برای ما آیات میاد، تاریخ اصلاح و دعوت خدای تبارک وتعالی در قرآن کریم یادآوری میکنه، میبینیم هر قومی که تا زمانی که امو پیامبر در بینشون بوده، عذاب خدای تبارک وتعالی به سراغشان نیامده، و میبینیم که بالاخره او قوم بهرمند از وجود همو پیغمبر بودن. اما وقتی که او پیغمبر قهر میکنه، یا او پیغمبر از بینشان میره، یا خدای تبارک و تعالی دستور میده او پیغمبر از بین از اونها بره و کوچ بکنه، با نبود پیغمبر خدای تبارک و تعالی عذاب بر سر از اون ملت، بر سر از اون قوم نازل میکنه. بنابراین عزت و سیادت جامعه ما وابسته و گره خورده به عزت و سیادت علمای ما، و ذلت جامعه و خاری جامعه در حقیقت گره خورده با ذلت علما یا با خاری علمای ما. یعنی اگر خدای نکرده در یک جامعه علما مورد تحقیر قرار بگیرن، مورد بی‌مهری قرار بگیرن، مورد بی‌توجهی قرار بگیرن، واضحه که او جامعه خیر نمی‌بینه، او جامعه برکت نمی‌بینه. جامعه ای میتونیم بگیم که صاحب خیر میشه، صاحب برکت میشه که نسبت به علمای از او توجه عام و تام بشه، از هر جهت مورد احترام، مورد احترام و مورد اکرام قرار بگیره. اینم باید شما متوجه باشین، وقتی عالم میگیم، عالم به معنای ملائک نیست. علما هم در حقیقت عظمی بشر و عظمی انسان ها هستن، میتونه از عالم ما هم دچار خطا بشه، میتونه دچار معصیت بشه، میتونه دچار گناه بشه، ولی به طور مجموعی رقم نیست که همه علما خدای نکرده دچار خطا و دچار معصیت بشن. این بعد عزیزا متوجه باشن که خرابکاری یک عالم، کوتاهی یک عالم، تقصیر یک عالم رو به حساب همه علما ختم نکنن، به حساب همه علما تمام نکنن. و ما و شما میبینیم، شاهد از این هستیم که در همین یک دو سه روز اخیری که ما با حادثه شهادت دکتر عزیز، دکتر محمد عیاض نیازی روبرو هستیم، جامعه ما چقدر متاثر شده، چقدر انسانها و افراد و جوانهای رو میبینیم، خانمهای رو ما میبینیم که اونها دارن به فراق دکتر عزیز دارن گریه میکنن، عشق میریزنن، و این در حقیقت نشون دهنده جایگاه علمای ما بله در جامعه میباشه. و این چرا به عنوان مثال میارن عشق میرزن، چرا متاثر میشن، چرا غم میخورن، چرا پریشان شدن؟ چون خب میدانن که نبود ایتور علما و خلای ای علما میتونه
فاجعه بیافرینه، میتونه بالاخره مشکلات زیادی برای ما خلق بکنه. پس بنابراین وجود علما در جامعه ما غنیمته و باید ما نسبت به علمای خود توجه داشته باشیم، نسبت به علمای خود هم خدمت شما عرض برسانم احترام داشته باشیم، و همونطوری که خداوند متعال برای علما جایگاه داده ما قدر و جایگاه علما رو بدانیم. اما در رابطه میخوام که شما گفتین یاد داشته باشین در این قسمت موت العالم موت العالم، در حقیقت مرگ یک عالم مرگ تمام عالم مساوی با مرگ همه عالم. بله. میخوام در ادامه گفتنی خود از این موضوع هم نام ببریم، چگونه مرگ یک عالم میتونه که مرگ تمام عالم در قبال خود داشته باشه؟ بله، جلوتر هم در رابطه به مسئولیت علما و جایگاه علما خدمت همه اعضا عرض رساندم، وقتی که یعنی اگر عالم ما عمل میکنه به مسئولیت های خود و وظیفه شناس است و به مقتضیات علم خود عمل میکنه، بنابراین این عالم میتونه سبب بیداری و حرکت جامعه بشه، میتونه سبب بیداری و حرکت جامعه بشه، میتونه جامعه را سوق بده، میتونه جامعه را از رکود نجات بده، میتونه جامعه را از مزخرفات نجات بده، میتونه جامعه را از بی‌بندوباری نجات بده، میتونه جامعه را از فساد نجات بده، میتونه جامعه را از غرقابه هایی که متوجه از او هست و در مقابل از او قرار داره میتونه نجات بده. پس بنابراین وقتی جامعه انسانی خدمت شما عرض برسانم خالی بشه از این علمای دعوتگر، از این علمای موعظه‌گر، از این علمای روشنگر، علمایی که مشعله های هدایت در اختیار از اونها هست و جامعه روشنگری میکنن، جامعه توجیه میکنن، پس بنابراین این جامعه تنها مثل از این میمونه خدمت شما عرض برسانم که خوبم نیستش، ببینم همو خوردن و نوشیدن و پوشیدن رو یاد داره و میتونیم بگیم که خب سایر حیوانات هم همه خوردن و پوشیدن و نوشیدن رو یاد دارن. پس بنابراین فرق یک مسلمان زنده متحرک به ایست که دارای معنویت باشه، و ما معنویت را از علمای خود میگیریم. بنابراین وقتی که جامعه متهی از همه طور علمای باشه یا حذف بشه یا علما از سر را برداشته بشه، واضح است که این جامعه با رکود روبرو میشه و این جامعه با همو مرگ بالاخره تدریجی روبرو هست. شکر جناب استاد که ما سرویس میکن. سلام بر شما بیننده گرامی. بله، سلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت استادان گرامی و بینندگان عزیز تشکر از شما ممنون. بینده گرامی خیلی خوش آمدیم، بفرماییم سوال شما چیست؟ حالتا با من تسلیت از میکنم و طرف استاد گرامی برکاته من بینندگان عزیز برکاته من یک سوال بیشم بفرماییم میشنه این یک خوار عزیزی دست دین خونده قرائت تجویز و ایسی خوندم انا لجه اینا وقت جای قرائت تجویز کنم خدا خود بله کنم اگر مرد تجویز نه داره مگناه میشه یا نه. درست، تشکر، ممنون از شما. سوال شما گرفتیم. تشکر از شما و خدا بیرم. روز شما خوش، خدا نگهدارتان. دعا داشته باشیم. الله یعنی سلام. خب بینده عزیز ما بودم در قسمت صدای خانم ها و یا هم قرائت و تدریس خانم ها صحبت داشتن. انشاءالله جناب استاد پاسخ منم بیننده باشیم. موضوع برنامه ما در حال جریان است و بعد از موضوع انشاءالله پاسخ به سوال شما خواهر عزیز خواهیم داشت. جناب استاد میپردازیم به ادامه صحبت های شما و موضوع بودن و نبودن علما در جامعه و تأثیرات. تشکر. بله، گفتم که یعنی اگر خدای نکرده جامعه ما با نبود علما، علمای ربانی، علمای وظیفه شناس و مسئولیت شناس روبرو بشه، گفتم که میتونه بالاخره اثرات بد و اثرات منفی از خود بر جای بگذاره. تشکر جناب استاد. موضوع دیگر که برمیگرده مسئولیت دولت و مسئولیت مردم در قبال علما هست که با شما انشاءالله این موضوع را هم پیش خواهیم برد. قبل از آن تماس رو وصل میکنم. سلام بر شما. بله، سلام علیکم. بیننده گرامی، اخیر شماره شما 42-44 هست. تماس شما وصل شده، میشه که صحبت کنیم. تماس عزیز ما قطع شد. عزیزان اگه تماس بگیریم کوشش کنیم موقعیت نیکتر انتخاب کنیم. وقت تماس شما وصل میشه شروع به صحبت کنیم تا اینکه وقت عزیزان گرفته نشد. سلام بر شما بیننده گرامی. بله، سلام علیکم. خب تماس عزیز ما باز هم قطع شد. عزیزان کوشش کنیم موقعیت نیکتر انتخاب کنیم. خب جناب استاد با شما میریم سراغ موضوع مسئولیت دولت و ملت در قبال مردم. اما تماس داریم. سلام بر شما. سلام علیکم. السلام و رحمت الله. بفرمایید برادر گرامی، معرفی داشته باشیم از کجا با تماس شدیم و سوال شما چیست؟ خواهش میکنیم. آیا خیلی خالد که بیشتاها در درستی
ازای عمومی درست. یک جلدی به تلویزیون هم میرست و غیر از تلویزیون شما درست که هر کار بشه سمت ناراحت میشه آسان ها تلویزیون خوش شد چکاره شده تا رو نکنه آیا هی بردی نبود که بشه آدم درسته خدا حافظ. ممنون از شما بیننده گرامی، ممنون از احساسات پاک شما. انشاءالله که خداوند در قسمت از این احساسات پاک شما برای شما هم اجر بسیار بزرگ عنایت کنه. تشکر. من فکر میکنم دیگه بابت همچون غم صحبت کرده نتانیم و مجبور هستم که باز شما قطع کنم. تشکر از احساسات پاک شما. روز بر شما خوش. ما را هم از دعای خیرتان فراموش نکنیم. الله نگهدارتان. در حقیقت ما با احساسات پاک مردم قابل قدر احساسات عزیزان ما ما در رسانه های مختلف شنونده و بیننده بودم که وقت تماس می گرفتن دیگر تا توان حرف زدن توان از این نداشتن که بیام حرف بزنم. فکر می کردی که در حقیقت پدر عزیز بخواد کده یا هم برادر عزیز. الحمدلله این نشان دهنده ایمان، نشان دهنده اسلامیت جامعه اسلامی ما روشن میده که لله الحمد هنوز به نسبت به اسلام خود، نسبت به دین خود، نسبت به علمای خود لله الحمد وفادارن و ما خود مشاهد از این هستم و ما خود میبینم از طرق مختلف، از شیوه های مختلف که چقدر ابراز همدردی، احساس همدردی میکنن عزیزان ما، خانواده های زیاد ما. تا در مسجد امامت دارم در اونجا تو بعضی از مقتدیا میان که میگن ما دو شب سه شب میشه که حتی خانواده دارن همه گریه میکنن نان و واقعیت نان نمیخورن. واقعیت یعنی وقتی آدم میایه و چون این حکایت های رو میشنوه از زبان مردم بسیار یعنی میتونیم بگیم که مسائل ایمان و ایمانداری و دینداری لله الحمد در بین جامعه ما بسیار زیاده و همین ها انشاءالله ما امیدوار میکنه با آینده، امیدوار میکنه برای اینکه ما میتونیم انشاءالله در آینده دین خود رو داشته باشیم، ارزش های خود رو داشته باشیم علی رغم بدخواهی و تنفری که یک عده از علم، از علم و از علما ما دارن. او بدخواهایی که متاسفانه نسبت به علم و علما بدبینن و دید بدی دارن، گفتم که علی رغم دید بر از اونها خدای تبارک تعالی دین خود رو کامل میکنه و همونطور محبان الله متعال برای علمای خود پیدا میکنه. تشکر جناب استاد. سلام بر شما بیننده گرامی. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر گرامی خوش آمدیم، بفرمایید معرفی داشته باشیم. سوال شما چیست؟ تشکر از شما. بفرمایید و گفتنی شما میشنیم و یک کم بلندتر صحبت کنیم. موضوع ما در قسمت علما در کل هست و همچنان دقیقا شهادت دکتر ایاز نیازی را هم چیزی ربط دادیم به این برنامه. برادر عزیز صدا شما قطع وصل میشه، یک موقعیت نکتر انتخاب کنیم و بلندتر صحبت کنیم. برادر عزیز شما برادر گرامی. تشکر از اینکه تماس داشتیم و تشکر از احساسات پاک شما در قسمت علمای دین. ممنون از شما، روز شما خوش، خدا نگهدارتان. سلام علیکم.
بله عزیزان، موضوع برنامه ما در قسمت جایگاه علما بود و ما هم متأثر هستیم و برخوردیم به موضوع شهادت جناب استاد دکتر ایاز نیازی و عزیزان تماس میگیرم و همگی تسلیت از این برای تمام ملت دارند. انشاءالله که دادخواهی از این هم صورت بگیره و این کسانی که عامل از این جنایت بودن انشاءالله به پنجه قانون سپرده بشه و او افرادی که در حقیقت قلب سخت داشتن و همچون جنایت مرتکب شدن انشاءالله خداوند نور هدایت کنه و اگر قابل هدایت نیست محو و نابود بگردن. سلام بر شما بینده اکرام. تماس عزیز ما قطع شد. از آن وقت تماس میگیریم بارها تکرار شده که موقعیت نیکتر انتخاب کنید تا صدا شما قطع و وصل نشه و ما هم بهتر داشته باشیم صدا شما و شما هم بهتر بتونیم پیام خود را انتقال بدیم. جناب بسید کوتاه میشنیم چون تماس ها هم زیاد هسته. مسئولیت مردم در قبال علما و مسئولیت دولت در قبال علما چیست؟ مسئولیت دولت در قبال علما برمیگرده به اینکه جامعه ما جامعه اسلامی است و علما ممثل در حقیقت جامعه اسلامی می باشند. بنابراین مسئولیت دولت است که مشوره های مهم و سرنوشت ساز و ملی باید با علما داشته باشه و باید علما از هیچگاه از مشوره های مهم و اساسی و سرنوشت سازی که به صلاح خیر دین و دنیا و آخرت این مردم می باشه باید با علما شریک ساخته باشه. و نکته دیگه اینه که باید در قسمت تأمین امنیت علما دولت باید گام های جدی و عملی برداره. تنها با شعار گفتن و با شعار وعده دادن ای درد رو دوا نمیکنه و اگر قرار باشه که تنها با شعار باشه و ما و شما نتیجه ازور دیدیم، یعنی قبل از شهادت دکتر صاحب ما تعداد دیگر و تعداد زیادی از علما متاسفانه در مرز و بوم خود در سرزمین خود از دست دادیم که هر یک از اونها بهترین سرمایه های معنوی و مادی کشور ما بودن و میتونیم بگیم که یعنی کسانی بودن که به هیچ عنوان نمیتونیم ما جبران بکنیم، یعنی به گونه اینها از بین رفتن که جبران از اونها بله جبران از اونها ناممکن است. پس بنابر این مسئولیت دولت در تأمین امنیت علما جدی است و باید در این قسمت گام های عملی و جدی برداره. تماس داریم جناب استاد. سلام بر شما بیننده گرامی. بله سلام علیکم برادر گرامی، بفرمایید معرفی داشته باشیم و سوال شما چیست؟ ممنون از شما. برادر گرامی موقعیت خود میشه تغییر بدین تا صدای شما قطع و وصل نشه و ما صدا شما رو داشته باشه. بازم صدای شما قطع و وصل میشه و ما دقیق نتونستیم که صدای شما رو داشته باشیم. عزیزان وقتی تماس میگیریم یک جای مناسبی رو انتخاب کنیم و کوشش کنیم که صدای شما بدون قطع و وصلی برای ما برسه. حتما در هر جایی که باشیم میتونیم که موقعیت بهتر از جای بهتر انتخاب بکنیم. سلام بر شما. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید برادر گرامی. تشکر از شما برادر گرامی. انشالله گفتنی و صادرم در این قسمت خواهیم داشت. ممنون از شما، روز شما خوش، خدا نگهدارتان. جناب استاد
در اخیر برنامه قرار داریم و عزیزان هم از احساسات و پاک خود گفتنی های خیلی زیادی دارن در قسمت. و چیزی هم که برادر ما اشاره کردم مسئله عزاداری عمومی، تعیین یک جاده و به نام همچون شهدای و یا هم تعیین یک مقبره بزرگ به نام همچون شهید و یا تعیین یک روز معین به نام همچون شهید، آیا اینا میتونه انمو مسئولیت ملت در قبال اونما به حساب تمام کنه و بگیم که دارن مردم همو مسئولیت خود انجام میدن در قبال اونما؟ این خب حق دکتر هست، حق دکتر شهید هست که ما چنین کارهایی رو برش انجام بده، اما اینها زمان میشه که باید در قدم اول عاملین این جنایت هولناک و وحشتناک شناسایی بشه. یعنی اگر قرار باشه که تنها یک مسجد یا یک جاده به نامشون بکنن، یک روز به عنوان مثلا عزاداری بگیرن، بعد او اصل قضیه و اصل گپ که شناسایی عاملین این جنایت میباشه او رو سرپوش بگذارن و فردا باز ما از شاهد از دست دادن یکی دیگه از چهره های و یکی از دیگه از علمای بالاخره سرشناس کشور خود خوب باشیم. بنابر این من فکر نمی کنم که این درد دوام این تجلیل واقعی نیست. تجلیل واقعی از مقام دکتر و از مقام افرادش مانند دکتر و دیگه چهره های سرشناس و سیاسیون و افراد دلسوز و آگاه و صدیق از وطن زمانی که باید عاملین این جنایت ها شناسایی بشه و پنجه قانون سپرده بشه و تمام معلوماتی که بالاخره باید به سال به دست میارن این معلومات رو با ملت شریک بسازن، با ملت شریک ساخته شد. در غیر این صورت من فکر نمی کنم که تنها ما با یک روز عزاداری و یا خدمت شما برد برسانم یک جاده یک مسجد یک نام رو بنام ازیار بکنیم، ما تجلیل از مقام واقعی جناب دکتر صاحب یا سایر شهدایی که در این رو ما از دست دادیم باشه. ولی ایران ما موافق هستم با ای عزیزایی که جلوتر صحبت کردن که بله اگر به عنوان مثلا یک روز به عنوان روز عزاداری ملی ما اعلام میکردیم جناب دکتر لیاقت داشت، جناب دکتر لیاقت داشت ما چندین روز به نام از او روز عزا بگیریم و بالاخره به ماتم بشینیم. چرا؟ به خاطر ازی که ما سالها دیگه بزنیم مانند دکتر باز نمیتونیم همینطور شخصیتی، همینطور انسان معتدلی، همینطور انسان صدیقی، همینطور انسان وطن دوستی دین دوستی دوباره به جای از او و بر همون منبر و بالاخره به همون کرسی بنشانیم. پس بنابر این ما خب با این بعضی از توصیه هایی که عزا داشتن کاملا موافقم و باید این کار میشد، منتها از همه مهمتر اینه که باید عاملین این جنایت شناسایی بشه و به دنبال از او این امنیت رهروان راه پاک او شهید و دیگه شهدا باید که گرفته بشه. تشکر جناب استاد. به نظر من شخصا این موضوع هم خیلی مهم هست، مسئله آرمان همچون شهدایی که در حقیقت کار از اینا آمده بود در قسمت پاکسازی دین بود، در قسمت جلوه دادن دین به طریق اصلی از اون معتدل از اون از زدادن او خرافات و شرکیاتی که با دین سازگار نیست و داخل دین شده بود آمدن اینا میخواستن اینا جدا بسازن و دین را به طور پاک و صفا و منزه برای جهانیان معرفی بکنن. و مسئله بعدی مسئله از بین رفتن فحشا و منکرات بوده که آرمان همچون شهدا و آرمان همچون علمای بساط فحشا و منکر باید جمع بشه. و طبعا که برادر ما گفتن امروز میبینیم که یک فاحشه و یا هم یک رقاصه با یک امنیت و با یک اسکورت خیلی قوی داخل کابل دارد از طرف دولت حمایه میشه و بخاطر از اینکه بیشتر توجیه بکنن میان یک پست دولتی نوساز برای از جور میکنن که بالاخره چند تا اسکورت دیگر برای از بدن، ولی یک عالم ما وقت امنیت نداشته باشه و در سایه سبز و حتی با امترین جای کابل میبینیم شهید میشه، همه برادرها به شمول از عزیز ما که قبلا تماس گرفتن حق دارن که بیان خود طرف از این جنایت ها رو دولت بدانن و بگم که باید دولت پاسخ بده. تشکر و تماس ما هست میکن. سلام بر شما بیننده گرامی. بله سلام علیکم. تشکر از شما خواهر گرامی، ممنون از شما. بفرمایید سوال شما چیست و یا هم اگر گفته این داریم میشنیم چون وقت برنامه رو به اتمام است. ممنون از شما. تشکر خواهر گرامی. روز بر شما خوش. خدا نگهدارتان. سلام علیکم.
بله عزیزان، آیساسه به دقایق اخیر برنامه هم نزدیک میشیم و گفت نیاها و درد دلها زیاد هست و عزیزان زیاد دارن رنج میبرن از اینکه علمای بزرگ همچون دکتر شهید را از دست میدیم و یا هم قبل از این عزیزمان رو قبل از این دکتر شهید ما علمای دیگری هم در رولسوالی ها در ولایت های مختلف در فراه، در کابل، در مزار، در هرات ما داشتیم که ترور شدن و دقیقا اثر را برداشته شدن چون حق میگفتن و همیشه هم در قبال موضوعاتی که حق بودن استادگی میکردم. جناب استاد، در اخیر برنامه قرار داریم و به طور کوتاه در مدت یک دقیقه پیام شما رو برای ملت عزیزی که هر دم شهید هستن ولی امروز با یک شهادت بزرگتر روبرو هستن میشنیم. کوتاه. تشکر. پیام ملت در رابطه به قتل و شهادت جناب دکتر عزیز شهید محمد عیاض نیازی اینه که ما زمان میتونیم از مقام از او تجلیل به عمل بیاریم، دل بسوزانیم و خود پیرو خط و راه و فکر از او بدانیم که در راستای تحقق آرمانهای او شهید والا و او شهید بزرگ کمر همت بسته بکنیم. آرمانهای از او چی بود؟ کوتاه و مختصر میکنم. قطع جنگ و صلح بین الافغانی یکی از آرمانهای او شهید بزرگ بود که نباید این آرمان با امرای از او به گور بره و این بعد ما زنده بسازیم و باید در پی از او باشیم. خروج نیروهای بیگانه دی سرزمین، این سرزمین بیگانه ستیز است و بیگانه در دل خود جا نمیده و در طی 20 سال این بیگانه هایی که در سرزمین آمدن ما روح آرامش نداریم، اصلا روح آرامش خود را از دست دادیم. و یکی از نکات مهمی که شهید در این رابطه تمرکز داشت و توجه داشت و بسیار تاکید میکرد خروج نیروهای بیگانه از این سرزمین بود که این آرمان شهید بزرگوار بود و به این ترتیب ثبات امنیت در کشور یکی دیگر از آرمانهای از این بود که باید ما در راستای ثبات و امنیت کشور خود دست به دست همدیگر بدیم. من این خدمت همه اعضا به عرض میرسانم که بیگانه هیچگاه حاضر نیست که در سرزمین ما آرامش و امنیت بیاید. بیگانه ای که در حقیقت دشمن دین و وطن ما است. بنابراین این ما هستیم که باید ما تصمیم بگیریم که میخواهیم در کشور خود آرامش و امنیت بیاریم. و نقطه آخر، ترویج و حاکمیت ارزش های اسلامی در کشور یکی دیگه از آرمان های شهید بود که بعد نباید ما بگذاریم که اینا به گور بره به امرای او شهید و به این ترتیب تلاش برای عزتمندی ملت و آبادی مادی و معنوی کشور است. تشکر جناب استاد، ممنون از شما که آرمان های شهید عزیز برای ما گفتیم و تشکر از اینکه حضور پیدا کردین در برنامه. تشکر از شما عزیزان که تا آخر برنامه ما را همراه بودین. این بود داشته این برنامه خدمت شما عزیزان به نشر رسید و شما عزیزان میتونید به طور زنده و مستقیم روزهای جمعه ساعت 6 عصر از طریق برنامه آینه زندگی بیننده تلویزیون اسلام بیننده برنامه آینه زندگی باشیم. و در اخیر میخوام که برنامه با این گفتنی سعدی ختم برسانم که سعدی یا مرد نیکو نام نمیرد هرگز، مرد آن است که نامش به نیکویی نبرم. ممنون از شما، روز بر شما خوش. الله یار و نگهدار.